درود بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید بچه‌ها. اومدیم به جواب دیسپک هیپاپولوژیست، دیسپک های هیپاپولوژیست، اصلا دیس بود نمیدونم که پوری داده ریاکشن بریم به اسم تت پ نه تت تت پ تت تت یعنی چی تت تت پ تت تت نمیدونم. موزیک ویدیو هم هست. بعد من دنبال می‌کردم خبرها رو. ببین توی یکی دو ساعت فکر کنم کارو داده. بعد مگه میشه تو یکی دو ساعت همون. تو موزیک ویدیو جمع کنی؟ نمیشه یه ویدیو نرمال خیلی خیلی نرمال و ادیت کار بزنی چجوری رکورد و ادیت و همه اینا. پس بعد شاید اینو دیسپک حساب نکن، شاید یه ترک همینجوری داده. نه دیسپک تو غیر ممکنه تو دو ساعت موزیک ویدیو موزیک هم دیسپک همین که خیلی منیجمنت خیلی بعیده که چیز باشه، خیلی بعیده که تو اون ساعت واقعا نوشته باشدش. من احساس میکنم که قشنگ خونده دسته هیپاپولوژیست و میدونسته که بعد از اونا جواب میده هیپاپولوژیست و از جلو خب اومده چه مدلی جواب میده، چون رو... همه انتظار داشتیم به هیپاپولوژیست بری جواب اینجوری بده ولی یه جواب اینجوری داد. بعد مثلا همین اگه بخواد صفر باشه خیلی ناهنگ یه جوری اینجوریه که همه رفت به پوری اینجوری میشن که وای چته چیزی مگه گفت. بریم چه جوریه خلاصه کار 4 دقیقه هم هست خدا قشنگ 4-4 4-0-4 ها. فقط این که اروره من یاد این افتادم که توی سرچ ها می نویسن HTTP اچو فراموش کنیم دو تا ت بذاریم به یه ت. چرا؟ چون میخوام به اون برسیم. اگه بخوایم میتونین به اون لینک، اگه بخوایم میتونین به اون لینک بشین. بن داشته باشیم حاجی کار. دقیقاً اون صورت گربش رو کیبوردش را رفته و این اسمو زده. بعد بریم ببینیم چه جوریه که بریم بریم حاجی. بریم که دارم من از اون ترکه میترسم. دوره از این ناله های ترسناک. من واقعا همش من هر بار که میایم پوری گوش میکنی میگم به خدا این آهنگ ترکیه. همش ترکیه، فاز ترکی داره شدید. دقیقا یکی خشنی یکی خشنی تو قبلی خیلی خشنی یا خدا چون قبلی خیلی خشنی که این خیلی مستقیمن به دوکیه چون اولین جمله که گفت این بود. دقیقا یکی خشنی نه دومی جمله نمیگم دو کی و کی نمیگم اشی وشی یه روبه میزنم بک تو آجی آجی مجی زدی تکی فکی متو تو کجی پچی با تیمم رسیدم بالا نه شعر کچی مچی موندم ایرون بشمورم گو خورا کیم باسته ببینم یعنی میگه کچی به هیپاپولوژیست کمک کرده نه شعر کچی مچی مثلا شعر فکر نمی مثلا شعرهای کچی با اینجوری نمیدونم یا شعر کچی شعر مثلا کارشو شعر کرده کچی نمیدونم که یعنی نمیدونم ولی فکر میکنم میدونم که یعنی نمیدونم فکر میکنم با هیپاپولوژیست خوب باشه کچی یادم نیست ولی انگار سری یه ریاکشنی به این نتیجه رسیدم که با هم خوبه. خب ببین اصلا اومده که پاره پوره کنه انگار. خب اصلا این اولش بعد اینجاش با حاله میگه خب در این صورت ببین بچه شما اینجاش گوشهری خیلی با حال بود میگه اشی مشی و اشکانه میگه اشی مشی پفکه مگه. ببین من یه چیزی بگم همه توی این جور چیزایی که دوئل توریه دو بخش دو جنب است و فلان یه جورایی یه ذره طرفدار یکیشون هستیم حتی اگه کاملا مخاطب غیر مخاطب باشیم فقط مثلا حالت رسانه باشیم مثل ما بازم آدمیم و یه ذره یکیشو بیشتر از یکی دوست داریم دیگه از نظر مثلا حال سلیقه یا هر چیزی. امید خیلی پوری دوسته، منم خیلی دوکی دوستم. حالا بعد ببینیم که در حدی که فقط سلیقه شخصی خیلی بک به ذهنمون باشه این مسئله. حالا با این وضعیت و این آهنگی که تا الان 25 ثانیه زده بخواد همینجوری به سوراخ کردن دوکی ادامه بده، من به عنوان یکی که خوشم میاد از دوکی انتظار دارم که بیاد دیسپک خیلی قوی بده چون اون دیسپک ها ساتیسفاینگ نبودن. آجی خوب بود اصل چی میگم حق مطلب ادا کرد. من دیگه چیزی نمیگم بریم چی با تیمم رسیدم بالا نه شعر کچی مچی موندم ایرون به شما. چیزی خود پوری کو خود هیپاپولوژیست خود پوری کو نمیم دوستاش دارن میخونه
فکر کنم یکیشون آکیو باشه. نه تو تو کجی پچی با تیمم رسیدم بالا نه شعر کچی مچی موندم ایرون بشورم گخورا کیم او لفظ لاکی میان کن گولا بیان او آجی ویدیو رو آره من به ویدیو داشتم دقت میکردم که ویدیو... ادیت مدیتش خیلی خفنه ولی فکر کن کامرامن این ویدیو باشی فقط باید دوربینو مطمئن باشی که یه سر اینجوری میکنی توی رکورد کردن و خیلی هم باحاله نگاه کن چی شده نتیجهش آها موندم ایرون بشورم گخورا کیم او لفظ لاکی میان کن گولا بیان آمار میدم به فتا کار داریان یه سقلو بغلت میدم بیس هزاریان شما وایسا داره تیکه میدازه بعد همینجوری داره بعد همینجوری بعد یه لحظه یه ذره صداش یه ذره صداش فرق نداره یه ذره آره دقیقا من به همین قضیه فکر کردم یه ذره صداش که فرق داره یه ذره بیرون بشورم گخورا کیم او لفظ لاکی میان کن گلا بیان او آمار میدم به فتا کار داریم یه سقلو آمار میدم به فتا کار دار فتا که پلیس فتا میاد تو زنم خب آمار میدم به فتا یعنی چی آمار میدم به فتا یعنی الان داره دو کی میگه مثلا آمار میده به فتا پلیس فتا آمار میده سر چی من نمیدونم داستانش نه اونجوری که نمیشه از این طرفم خودش نمیشه چون توی ترک قبلی این بود که من خلافکارم اوزانتیا خلافکار اوزانتیا با پلیس ارتباط دارن نه دیگه داره میدونم یا میگه. اونو میگه یا خودشو خودشو برای چی باید بگه داره اونو میگه دیگه میگه گلابی فلان بازی بخواد با وصف بودنش به پلیس افتخار کنه میان کن گلابیان او آمار میدم به فتا کار داریان یه سقلو بغلت میدم بی سزاریان گات پوری بیرم یه روز همشون میرم تش فقط نمیمونم تنها کف میهن بیا ببین پرستاراتون به کی میدن دو کی چشت رو نافمه برار لبت رو کش او بریم تو رینگا کیو وای میسه ببین من رفیق شمالی اینجا دارم خب بعد مازندرانی هم هست برار لفظ اوناه برار چیه یعنی ها؟ برار یعنی برادر دیگه برار لفظ اوناه و خودش میدونم رشتیه یعنی قشنگ به لفظ خود هیپاپولوژیست داره میزنه یعنی با لهجه خودش داره میزنتش حالا راجب من واقعا بذار آخر ویدیو میگم تو خماری بذارم تو ولی نه واقعا یه حرف مهمیه ولی بذار آخر ویدیو میگم اوکی میذاریم میرم تش فقط نمیمونم تنها کف میهن بیا ببین پرستاراتون به کی میدن دو کی چشت رو نافمه برار لبت رو کش او بریم تو رینگا کیو وای میسه کچم کیرم تو برزشت بازوت قد مچم تو من هر خودشونم سول میگه ای چه ورزشیه میکنی نمیدونستم دو کی ورزش میگه ای چه ورزشیه میکنی بازوت قد مچمه ولی فلو کلن نوع خوندن و استایلش یه جوریه که اصلا یاد پوری نمیفتم و استایلش بیشتر من یاد خود هیپاپولوژیست میندازه استایل که هیچی صداش صداش آره ولی خود استایل و فلوش یه خورده منو داره یاد بیشتر حتی خود پوری خود هیپاپولوژیست میندازه میبینی یعنی اگه به جای مدل خوندن میگفت ره من واقعا فهمی کنم یکی دیگه خونده چون فقط اون ره گفتنشه که من یاد هیپاپولوژیست چیز دوکیمین چیز پوری میندازه همه رو بگو میسه کچم کیرم تو برزشت بازوت قد مچم خیلی خوبه این تیکه بیا ببین پرستاراتون به کی میدن دو کی چشت رو نافمه برار لبت رو کش او بریم تو رینگا کیو وای میسه کچم کیرم تو برزشت بازوت قد مچم تو من هر خودشونم سولاخی تو کچم آی تو آی نمیشم با من انگاری لوچم بابا واقعی پشت یا آی تو آی نمیشم با من انگاری لوچم آجی ببین اصلا کاری به تیکه های مثلا حالا ناموسی و تیکه های چیز که نداشته ولی همون تیکه اولش همین تا اینجاش هم ندارم همین تیکه هاش باز بیشتر از اون تیکه هایی که توی اون کار بود هرچند اون کار خودش خیلی خفن بود یعنی من واقعا اگه نمیدونستی کار... دیسه یه کار خفن بود ولی اگه میدونستی دیسه در واقع دیس انتظار بکه عوض میشه. انتظار میاد رو کار کیرم تو برزشت بازوت قد مچم تو من هر خودشونم سولاخی تو کوچم آی تو آی نمیشم با من انگاری لوچم بابا واقعی پشتت اومد کیفوت از ترس تتل و فراری بودی پیمود منتظر بودی ببینیم میگیرم کیروت خوب چیزی بودی اگه هاچ پوری یا گی بود هم میخوری لفظی هم انگولی دست او 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 حاجی بشخوابمون سطری بودن یا اینی که اینی که میگه هود اینی که میگه هود یاد ترک هودش میافتم هود هیپاپولوژیست یه هود داره دیگه درسته یه ترک هود داره میگه که پشتش اومد پشتت اومد کی هود اونجایی که یه داستانی که برای اتحاد نسلی کوین با تتلو داشتن هم داره میگه بعد میگه فراری بود از دست تتلو کجا یه جایی رفته بودم سنگار از دست تتلو فرار کردی
واقعا؟ اترس تتل و فراری بودی پیمود متعذر بودی ببینیم میگیرم کیروت خوب چیزی بودی اگه پاچ پوری یا گی بود هم میخوری لفظی هم انگولی دستی بگیرم تصمیم میام بیکم و کسری با این که چشام کاکای بنده ولی حتی جیبم هم نمیده اوه الان فشاری شده چی شد؟ اینجا که ساکت من گلی دستی بگیرم تصمیم میام بیکم و کسری با این که چشام کاکای بنده ولی حتی جیبم هم نمیده اوه حالا فشاری شده جیبم هم نمیده بو ببین از ایناس که تیکش ساکت میشه آره ولی چی بعد ببینی قافیه قبلش چیه دقیقا من گلی دستی بگیرم تصمیم میام بیکم و کسری با این که چشام کاکای بنده ولی حتی جیبم هم نمیده اوه حالا فشاری چیو میگه اسکندر نه داره جنوب میگه میگه بچه های بندر داره میگه فلان بندر آره. بعد رو اون فلو باشه چیشی اندر نه 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 اسکندر نه 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 اصلا روی اون رایم نیست چرا نگاه کن رایم من دارم میگم دیگه من دارم رایم رو باش میگم خب عوض میشه گوش کن کیروت خوب چیزی بودی اگه هاچ پوری یا گی بود حالا لفظی هم انگولی دستی بگیرم تصمیم میام بیکم کسری کسری که چشام کاکای بنده ولی حتی جیبم هم نمیده راست میگی بعد یه چیزی با هی بشه آره اینی که نمیدونم تنها اسمی که میاد تو ذهن من چرسیه چرسی تنازه ولی خب با چرسی اصلا نمیدونم بکشون چیه هیچی راجبش نمیدونم با این که چشام کاکای بنده ولی حتی جیبم هم نمیده چرسی فشاری شده خوده به گاری شده ولی چرا داره جیب خالی رو نشون میده در این صورت نمیده جیبو باید بدن دیگه اصلا به نوچه جیبو میدن جیبت نوک جیبم رو بگیر را بیاد نهیدیم اگه فرار از زندانو نهیدی؟ دیدم ولی نهیدم یکی جیبشو بده اون یکی نگه داره چرا دیگه بود تی بک جیبشو میداد اون یکی میگرفت مثلا دنبالش میومد پسره بود همش دنبالش نمیدونم من دو سالم بود میدیدمش ولی باحال گفت حتی جیبم هم نمیده حالا فشاری شده تتتتتتتت خوده به گایی شده تتتتتتتت موزیکی گنده گوزی تتتتتتتت میلرزه پشت گوشی تتتتتتتت حالا فشاری شده من اولش یه کمی حس کردم منظور تتپته هست مثلا به تتپته افتاده ولی الان مطمئن شدم که من اصلا حواسم به من آخه اینجا به پست میگن پتته خب من گیره این میگن پتته نمیگن تتتت پتتتت آره خدایش تتت پتتت خوده به گایی شده تتت پتتت موزیکی گنده گوزی تتت پتتت میلرزه پشت گوشی تتت پتتت چطور را میدن آی سیو یکی مثل تو آی سیو هومن بیسگرم داد بهت شدی زرتر تاکسیو دستش به ایچ جاهن نبود نبود پوری تو از چی میگه چطوری را میدن مثل تو را میدن تو آی سیو تو بودی تو هستی آی سی مثلا این چیز نگاه یه جاش هم میگه آی سی یو نمیدونم بهت شدی زرد تره تاکسی و دستش بهت یکی 20 گرم داد بهت شدی زرد تره تاکسی و چون بود پوری چی هیپوپولوژیست میگفت لفظ فلان نیاین من خودم مثلا من بالا بازم شما سوبری خود پوری به خودش میگه سوبر اصلا گرفتی چی میگم اینجا داره میگه یکی اومد 20 گرم بد داد شدی زدتر از تاکسی یعنی اصلا حرف خالیه چیزایی که میگی گوزی تتتتتتت میلرزه پشت گوشی تتتتتتتت چطور را میدن آی سیو یکی مثل تو آی سیو اومن بیسگرم داد بهت شدی زرتر تاکسیو دستش به ایت جاهن نبود نبود پولی تو وازیو ضعیفتر از اونی که بتونی تو رو موای سیو گفت میگیریم عبزی کشو میریم با توهی همون موقع فهمیدم یه جاکش ناتویی رامو جادا کردم با یه پ... اولین جملهش رو نفهمیدم پولی تو وازیو ضعیف‌تر از اونی که بتونی تو رو موای سیو گفت میگیریم عبزی کشو میریم با توهی همون موقع فهمیدم یه جاکش ناتویی گفت میگیریم کشو عبزیو میریم با توهی چون بزی بود که میخواست یه اتحاد نسل چهار را بندازه بزاله تو یکی از حامیان مالی بود یکی از حامیان مالیش میخواست باشه من راستش به جریان اون اصلا زیاد نمیدونم فقط راجع به جریان اتحاد میدونم که آره در جواب اونا میخواستن یه حتی ترکی هم بسته بود اصلا که بعد از فوش دادن هیپوپولوژیست به تتلو همه چیز به هم ریخت قرار بود توش مثلا توش قرار بود هیپوپولوژیست باشه پوری باشه میدونی که بعدش اون اتفاقات خیلی عجیبی بعدش افتاد دیگه بعدش پوری اومد پشت تویو گرفت و اینا ولی کلن از داستان کشید بیرون خب اینجا داره چی میگه داره میگه این پیشنهادی بوده که دوکی داده واسه این که میگه گفته بیا پول بگیریم از بهزاد لیتو بریم فیتو بدیم با توهی چون توهی فهمتره دیگه
اوکی. یعنی پول از این بگیریم بریم بریم اون میگه اونجا فهمیدن داستان چیه. اینجا واقعا نیاز به دیسپک فکته؟ هست وگرنه فکته اگه فکت باشه که چون معمولا تو دیسا وقتی یه چیز اینجوری میندازن که فکت باشه طرف باید بیا جواب بده و با یه فکت کاملتر پرش کنه، یا چون همیشه توی یه مسئله دو تا جنبه هست دیگه، یه جنبه خودشو میگه جنبه یه جنبه دیگه، و به خدا اینا رو دارم واسه دفاع نمیگم، دارم میگم انتظار هممون هست دقیقا. که دیسپک داشته باشه اصلا میطلبه مگه میشه اینو خالی بکنی وگرنه قبول یه دقیقه 48 ثانیه رد شده ازش 200 تا بک میخوادی دقیقاً، وگرنه متهم میشی اگه تو بگیری ما بزی کشو میریم با توهی. همون موقع فهمیدم یه جاکش ناتویی، رامو جدا کردم با یه پست تلگرامی، چون نمیره تو بازی این بی شرف و پوری، واقعی اینه همه تو ته بی خواهید، زنگی زدی به من حل میشد شعر هر کی جاتو بود که تو هم چه باحال جواب میده، میگه زنگ میزدی به من اصلا کلا زنگ میزدی حلش میکردی این کارو چی رفتی این کارو کردی. این حرکتایی که میزنه این حرکتش فقط توی آهنگ نیست، مثلا دفعه پیشم به جای اینکه قاطی داستانه بشه رفت خیلی رسمی قشنگ مثلا سنگاش نوا کردن مشخص کردن موضوع صحبت ها رو کردن بعد اومد رسانه ای کرد، مثلا کاره چیپی که این طرف اون طرف خیلیاشو کردن نکرد که مثلا بیاد یهو همه چیزو بگه بعد تازه مثلا بفهمن که نه آجی اینجوری هم نبوده، اگه بینشون یه سری حرف رد و بدل میشد خیلی مشکل حل میشد، اینجوری نیست، این کارو نشون هم داد اون سری ای بی خواهید، زنگی زدی به من حل میشد شراده ای، هر کی جاتو بود که تا ابد مدیون من بود، اون دفعه که نذاشتم شه داف تجاره ای، با من نه تو بیف قربونه پوست سفیده فوری تیز زبونش نذا که بشه سپیچه، شاید اون موقع که زدی داف دوست صمیمی تو زیدت خوابیده با دوست صمیمی تو رفیقش حالا فشار شده آجی کل آهن یه طرف اینم یه طرف بکنم این مال کاردی بود فکر کنم مال ترک کاردی بود که میگفت برزدم دفعه دوست صمیمیم، بعد میگه شاید اون دفعه که خوابیدی با دوست صمیمیت خوابیدی با چی؟ دفعه دوست صمیمیت خوابیدی با دفعه دوست صمیمیت دوست صمیمیت هم خوابیده با دافت زیدت خوابیده با دوست صمیمی تو رفیقش چینم خیلی آفتابیک گرفتی؟ آره آفتابیک هم چینم خیلی آفتابیک نیست، ولی کی باعث شده که زندگی شخصی تخت خوابی اینا خارج شه؟ کی رفته گفته این با اون کی باعث شد بفهمن که پوری باید دختری که حالا دختر دوست سمی میشه چیز دوکی خوابیده میدونی؟ این واسه واقعا نسم بخوای یه لحظه به مثلا ریالیتی قضیه فکر کنی کی باعث شده که زندگی شخصی اینا درس کنه توی سوشال میدیا؟ چون کیم کارداشیان که نیست توی پنجرش دوربین بندازن ببینن کیه داره با کی چی کار میکنه، که چی باعث شده مردم بفهمن کی با کی خوابیده؟ خیلی اوورشیر میکنن آیا؟ چیزی که الان نگفتیم مثلا نه میدونم، من فقط میگم برام سواله که چی شده که اون قضیه درس کرده. اون قضیه همین که دوکی با فلانی و بسانی خوابیده، خودش گفت تو آهنگش دیگه، خودش گفت آره دیگه من برزدم دفعه دوست صمیمیم، من دارم میگم که من که دارم میگم که توی ترک کاردینو گفت فکر کنم البته ترک کاردینو گفت، بعد اینجا جوابش خیلی باحال بود. خب نه این چیز نایسی نیست، بعد تازه با افتخار اومده گفته جوابش خیلی باحال بود، میگه شاید تو اون موقعی که این کارو کردی رفیق صمیمی خب موقع رفیق صمیمیش بود دیگه جواب قشنگی دیگه، میگه اون موقع اصلا رفیق صمیمی با زیدت بوده و رفیقش جواب قشنگی میدونی تریسام، این جواب خیلی بدیه، جواب به جایی بود، من نمیدونستم اینو خودش با افتخار مده اعلام کرده، پس این جواب به جایی بوده. نه یه تو بیف قربونه پوست سفیده توی تیز زبونش نذا که بشه سپیچه، شاید اون موقع که زدی دافه دوست صمیمی تو زیدت خوابیده با دوست صمیمی تو رفیقش حالا فشاری شده خوده به گاهی شده موزیکی گنده گوزی بیلرزه پشت گوشی حالا فشاری شده خوده به گاهی شده کی گنده گوزی ت ت ت ت ت ت میلرزه پشت گوشی ت ت ت ت ت ت پشما بیت سویچ هم داره آجی توی ساعت چجوری موزیک ویدیو ساختی این هم چی نیست مکالمه اصلیشو میخواد باش بذاره برمیگردیم به دوران الو ساما خودتی من اونو خارج از کامرا در حد خیلی کمیشو گوش کنم و دیگه گوش نکردم نکردم این یکی برای کشیری خشم داشت
اولی رو گفتی خشن نیست، بعد اونجوری بود میگه این یکیش خیلی خشنه. یا خدا چی کار کردی که الان این چی توی میخوای چی کار کنی دیگه، دیگه چی کار مونده نکرده باشی. من زلان آمادم برم. یا خدا صف بشی کمربنده رو ببن. نه من کمربندم بازه، میخوام بگیدم خیلی لاهم نبرم یه جو بک میدم. چی چی چیزی گفت یه فلو مریضی نشی سرپا تیکات پیداشه تو سطلا، بعد این کامنتات میشه کون فقط یکی داره رپا، میزنم بیت بزنی میکسه کون فقط یکی داره رپا. دوکی فقط یکی داره رپا بود. خب این نشون میده که همون موقع که دیس بک دوکی رو شنیده اومده جواب داده. چطور؟ چون اسم دیس بک این بود که The One خب. یه همچی چیزی نه یعنی خب ببین که کلن این لفظ هیپوپولوژیست هست. خب کلن این حرف چون در اون صورت میگفتیم همون موقع اومده جواب داده. این دیگه این خود همین کافی بود که دوکی فقط یکی داره لپا. آره رپا لپا فلو مریضی. یه جو بک میدم نشی سرپا تیکات پیداشه تو سطلا، بعد این کامنتات میشه کون فقط یکی داره رپا، میزنم بیت بزنی میکسیپ، دنبال من بودی واسه بی فیک، ولی من دیس میدم ننه بگا ندارم واسه هیچ کنی ریسپکت. چرا من این حدس رو میزدم؟ من نمیدونم چی فکت. باید دیس بک بشنویم تا بفهمیم در چه حدی، مثلا دو طرف قضیه رو بشنویم تا بفهمیم در چه حدی چقدر همه چی فکته. ولی من این حدس رو میزدم، در واقع همین بود که میخواستم آخر آهنگ بگم. بازم سب کنیم بعد بایستین تا آخر آهنگ تا بگم حرفمو. دنبال من بودی واسه بی فیک. نگاه اینجا چی میگه؟ میشه کون فقط یکی داره رپا، میزنم بیت بزنی میکس تیپ، میزنم بیت بزنی میکس تیپ، جوابش با یه بیت جواب هم نیست آجی. بعد این کامنتات میشه کون فقط یکی داره رپا، میزنم بیت بزنی میکس تیپ، دنبال من بودی واسه بی فیک، ولی من دیس میدم ننه بگا ندارم واسه هیچ کنی ریسپکت. حالانو نبین آتیش داغه، 5 سال دیگه درد جیداله، واسه من مهم نیست طرف چی میده واسه من. 5 سال دیگه چی 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 داره؟ درد جیداله درد یعنی حالانو نبین آتیش داغه، 5 سال دیگه درد جیداله، واسه من مهم 5 سال دیگه درد جیداله. جیدال چیکار است؟ حالانو نبین آتیش داغه، 5 سال دیگه درد جیداله، واسه من مهم نیست طرف چی میده، واسه من مهم شرف چی داره. حرمت نون و نمک اگه نبود پانچ میزدم با پروردگارت، بالای سر سری از صدقه اصلی و جعفری، من میگم حتی جان شین تو داداش فلو رو. این دیگه چه فلو مریضه اینه؟ یا خدا واسه قبل فلو یه چیزی گفت جیداله، واسه من مهم نیست طرف چی میده، واسه من مهم شرف چی داره. حرمت نون و نمک اگه نبود پانچ میزدم با پروردگارت، بالای سر سری. ببین میگه حرمت نون، اولا اگه حرمت نون و نمک نبود دیگه میخواست چیکار باش نکنی. خب دیگه چیکار مونده بود؟ یکی این، یکی یه ترک، یکی از ترک های آلبوم تو نشنیدی. خب ترک آینه، توی اون ترک هیپوپولوژیست میگه که من اعتقادی ندارم به خداتون، تو اون دیس پوریه. خب اونو تو نشنیدی ولی اون دیس پوریه، بعد میگه که من اعتقاد ندارم به خداتون، مادرم واسه من پروردگاره. بعد میگه اگه اعتقاد نشنم پاچ میزنم با پروردگارت. آجی این دیگه این آخرش بود، درسته که خیلی مثلا مستقیم به نظر نمیرسید ولی آخر آخر بی احترامی و خشونت و یعنی هر چی بگی همین بود. حرمت نون و نمک اگه نبود پانچ میزدم با پروردگارت، بالای سر سری از صدقه اصلی و جعفری، من میگم حتی جان شینه تو. اصلا منم میگه جعفری کیه؟ جعفری چیز شایعه بود من اونو داره میگه. بعد میگه اونم میگه مشکل پروردگارت، بالای سر سری از صدقه اصلی و جعفری، من میگم حتی جان شینه تو. داداش ما چی کردنی یه جوری میشدم. اوه سینازارو میگه داداشش. جانش توی یک ترکاش بود میگفت جانش تو کدوم یک ترکاش بود؟ من خیلی وقت پیش گوش کردیم، میگفت جانشینم مثلا داداشم فلان و نیته. سینازار داداشش رو میگفت، میگه که جانشین تو گاییدم یه هم چیزی. حرمت نون و نمک اگه نبود پانچ میزدم با پروردگارت، بالای سر سری از صدقه اصلی و جعفری، من میگم حتی جانشین تو. داداش ما چی کرده یه جوری میشو نمت سر جا خورچه رو زمین صندلی، گفتی این اتحاد چپت پول فیت میده سکش لندنی. گفتی ترکیه تهدید کرده. لندنی یعنی کی؟ یعنی زیو تونی وان کید آیا؟ بهت پول فیت میده سکش لندنی.
گفتی ترکیه تهدید کردن. ببخشید خیلی بازم یهوییه، ولی خب ترکا وقتی میخوان به مثلا یه چیزی بگم میگن فلان فلان لن، بعد گفتش لن دنی آخرش. آره اپت پول فیت میده سکش لن دنی لن. گفتی ترکیه تهدید کردن، گفتم حواسش هست به داشه، تماسش کردم نگانه تونجا چون سفارش گاد پوری هم راشه، دعوت کردم بیای تو ترک با این که گفتن همه کلاشه، گفتم خیر زمانت کردم طرف در حدی نیست که شر باشه. پشمام حاجی این پس لرزه های این اتحاده فکر کنم تا حالا حالاها باشه همینجوری. اما آخه ما رو خالی گذاشتن، چیزی راجبش بهمون نگفته. الان داره میگه مثلا یه تیکه هست، ببین یه جایی بود یه پروژیست میگفت که مثلا پوری به من هماهنگ شد، خیلی وقت داره میگذره یادم نیست، اول اون گفت بعد این گفت یا اصلا پوری گفت یه پولیج نگفته بود یادم نیست، ولی میدونم که یکیشون بود که میگفت من با پوری اوکی شدم، من با توهی اوکی شدم که مثلا این کار رو ببندیم، میدونیم ریمیکس حله رو ببندیم، یعنی یه میکس دوباره از برای نسل چهار و اینا، میدونی یه هم چیزی رو ببندیم و اینا. بعد از اون طرف داره میگه که مثلا تو رو میخواستن ران ندن، من مثلا میدونی ریش که نه سیبیل گرو گذاشتم یه همچین حالتی. با این که گفتن همه کلاشه، گفتم خیر زمانت کردم طرف در حدی نیست که شر باشه، در حدی نیست. نزده که بقیه شو بگه چیه؟ کی؟ ستون یه بچه تصویری برای اینم بزن دادش. آها خیره شده. خیره انشالله، خیره انشالله رو بودم. چی شد؟ یا که یه تصویر واسه این، یه بچه تصویر، یه بچه تصویری هم چیزی واسه اینم بزن. واسه چی؟ آه تصویر یعنی موزیکش بزن، موزیکش بساز. خب اینجوری خودش که... نیست توش، برای همین میگه به اون میگه بساز. شاید مثلا نمیدونم میتونست توش باشه اینم بگه، میدونی؟ خب آخه چرا نبود؟ نمیدونم وقتی دیگه یه ساعت کاری جمع کنی یا بری از چرا هفت زدم شبیه فلوش بود، یه ساعت کاری جمع کنی نمیدونم. ولی چه فلوی مریضی، یعنی مریض ترین فلوی که شنیدم. خدای من سر دو تا ترکی که حالا مثلا یه ذره از آخره دومی یه ذره از اولی اولای آخری همش با هم این بخوای دیس حساب کنی بازم دیس حساب نمیشد. میگم به عنوان کسی که مثلا خوشم میومد، مثلا خوشم میاد، نه که خوشم میومد، من مثلا خوشم میاد از همشون، ولی مثلا تو نسل یکی یا همه یکی رو بیشتر دوست دارن، تو نسل دو یا یکی رو بیشتر دوست دارن، تو نسل سه یا تو نسل چهار، یا من تو نسل چهار یا از فاز هیپوپولوژیست خوشم میاد، همیشه میگفتم بخاطر اینکه دکتریشو با رپش بازی میکنه، اینشو دوست داشتم و این بود که خوشم میاد کلا از کارش، فقط این دیزی نبود که یکی که مثلا طرفدار باشه رو ساتیسفای کنه. بعد این دیسم اینقدر دیس سنگینی بود که در میدونی انگاری که مثلا واقعا همونی که گفتیم از قبل یه چیز خیلی گادی رو انتظارش میکشید از هیپوپولوژیست، یه جواب خفن برای اون نوشته بوده یا مثلا حاضر کرده بوده، نمیدونم یه چیزی بوده که اولا هم تو این تایم انقدر سخته برام قبولش که مثلا همچی کاری جمع کرده باشه تو یک ساعت، اونم با موزیک ویدیو، یک دو این که خیلی انگار نمیدونست مثلا اونا تو اون خیلی خشن حرف نزد. حالا نه. یه صحبتی بود که من می‌خواستم بکنم، گفتم نگه دارم آخر ویدیو تا یادم نرفت داشت یادم میرفت، موقع نمیدونستم تو کامنت ها میخواین چیکار کنی، ولی خب صحبت این بود که این یه ذره واسه من حداقل شک برانگیز بود که مثلا نه زیاد، ولی یه ذره شک برانگیز بود که مثلا چرا تو دوره‌ای که کسی زیاد چیزی خارج از مسائل ایران نمیگفت پوتی اومد لیست بازی شروع کرد، و این یکم واسه هم سوال بود که مثلا چرا باید توی این اوضاع دیس بازی شروع کنه، ولی از طرفی اوضاعی بود که یه ذره همه شروع کرده بودن یه ذره به حالت کار خودشون برگشتن، مثلا یوتیوبرا ویدیو بذارن و فلان و این چیزا، ولی خب یه دفعه یه دیسی اوورد که همه ی حواسا رو پرت کرد، و این یه ذره واسه هم سوال بود که چرا. از اون جایی که تنها ترک سیاسی هم که از پوری شنیدیم تنها ترکی بود که میگفت من دلم پره، چیز خاصی زیاد نمیگفت، خیلی خاص سیاسی خاصی نبود، و ما اینا رو نمیگیم که بگیم باید میبود و تو درد سر میافتاد، ما خارج از ایرانیم و
کسی نیستیم که بگیم بقیه کسایی که تو ایران هم باید چی کار کنن که تو درد سر بیفتن. اونا خیلی ها بودن که کردن و تو درد سر هم افتادن و خب شجاعتشون هم نشون دادن و خیلی ها بودن که نخواستن چنین ریسکی بپذیرن که اونم قابل درکه. ولی خب میگم ترکی که مثلا اون موقع داد من مثلا اینجوری بودم که مثلا چرا اینجوریه این ترک، چرا مثل همه ترکای دیگه انرژی بده و شیرخون نیست. بعدش دوباره یه ذره به محض اینکه کانتنت داشت رو به حالت نرمال شدن میرفت دیسپازی شروع کرد و اینا، اینو واسه من سوال بود. این همین فقط می‌خواستم اینو باهاتون در میون بذارم و بپرسم که نظر شما راجع به مسئله چیه. من فقط صرفا این تو ذهنم کلیک خورد، مخصوصا اگه میشناسین مدتی دنبال می‌کنین ویدیو رو میدونین که خیلی شدید در رابطه با مسائل ایران ریزبین میشم و حساس بازی در میارم و شاید یکمی زیادی اینجوری هم توی این مسئله شاید هم موافقین با هم، نمیدونم. شما نظرتون رو بگین توی کامنت ها و امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. که اگه اینطور بوده لایک رو بکوبید، یادتونه که سابسکرایب کنین اگر نیستید، همین الان زنگ نوتیفیکیشن رو آن کنین که ویدیو بعدی رو که آپلود میکنیم برای شما نوتیفیکیشن بیاد. مراقب خودتون، حسابی باشین تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.